خب حالا پرورز های مختلف که پنج تا هستن به چه دردی میخورن مثلا بین پرورز پروکسی با اون حجم پایین چه تفاوتی هست با پرورز چهار 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 نکته اولی که خدمتتون باید بگم در مورد این نوع پرورز خاص اینی که اگر میخواید ازش استفاده بکنید اول مطمئن بشید که اصلا دوربینتون چهار 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 میگیره اگر شما دوربینتون دوربین مثلا DV باشه یا دوربین HD باشه که 422 دو دو مدری میکنه طبیعتا استفاده از این کدک هیچ تفاوتی با کدک 422 دو دو نداره پس اگر مثلا از دوربین رد استفاده میکنید یا نگاتیو اسکن شده دارید یا از دوربین F950 سونی استفاده میکنید یا حالا مدل های خیلی کمی که تو ایران موجوده که میتونند چهار فیلم مداری بکنن از این کودک استفاده بکنید که حد اکثر کیفیت رو به شما میده پس توی شاید 90 درصد موارد ما از این کودک استفاده نمی کنیم و کاری به کارش نداریم اما یکی از کودک که خیلی بر ما کارایی داره که پروکسیه که برای فایل هایی که یعنی کارهایی که تصویر توشون خیلی کلیدی و مهم نیست و زیبایی تصویر خیلی آنچنان اهمیت خاصی نداره البته نه که اهمیت نداشته باشه قرار نیست با این تصویر هی کار بشه مثلا میگم شما نیاز نیست اینو بفرستید یه نفر روش کار جلوه های ویژه بکنه یه کار تصویری بکنه دوباره براتون برگردونه بفرستید یه جای دیگه اتفاق دیگه بیفته برای این موارد میتونید از پروس پروکسی استفاده کنید مثلا ممکنه خیلی از کارهای مستند رو بشه با این کودک انجام داد اما کودک بعدی که من به شخص خیلی خوشم همین ازش البته اه... چیزی که شما الان اینجا دیدید باید من الان رجبش صحبت بکنم ولی خب هنوز نه پرورز ام... التی شاید برای 80 درصد موارد 70 درصد موارد یکی از بهترین کدک ها باشه کیفیت خیلی خوبی داره خیلی میتونه تصویر خوب حفظ بکنه در این حال حجم پایینی داره برای کارهای تلویزیونی خیلی مناسبه برای کارهای مثلا تلفیم خیلی مناسبه اما کده که بعدی که 422 هست من بعد این فیلتر رو آف بکنم روشون چون یه نکته دیگه رو میخوام خدمتون بگم که حالا بعدش بعد از این مپ هست به اون میرسیم 422 برای کارهای تبلیغاتی که شما میخواین تصویر رو برید توی کالر بازی رنگی باش بکنید یا مثلا پرده سبز دارید پرده آبی دارید میخواید حذف بکنید خیلی خیلی به دردتون میخوره چهار دو های کوالیتی هم همینطور چهار دو های کوالیتی کیفیتش یه مقداری بهتر از چهار دو البته به شرطی که دوربین شما کیفیت خیلی بالایی داشته باشه و دامنه رنگی که فیلم برداری میکنه خیلی بالا باشه وگرنه واقعا اگه دوربینتون دوربین 422 معمولی باشه هیچ تفاوتی بین این دو احساس نخواهید کرد اما من یه فیلتر به اینها نسبت دادم که همونجور که شما دیدید قبلش یه لحظه دیده شد که تفاوت های اونها رو شما بهتر ببینید شما همونطور که اینجا میبینید یه سری اینجا مربع 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 دیده میشه این اون روشیه که کودک پرورز باهاش کار میکنه توی محدوده میاد نگاه میکنه ببینه چقدر رنگ تنوع داره و به ازای اونها یه رنگ ثابت رو در نظر میگیره و اون وسط قرار میده مثلا شما همینطور که اینجا میبینید کل این تیکر رو یه رنگ در نظر گرفته یا کل این تیکر رو یه رنگ در نظر گرفته یا مثلا کل این قسمت رو تقریبا یه رنگ در نظر گرفته البته میگم تقریبا حالا شاید خیلی تفاوت زیادی داشته باشه ولی خب اونجا که من خیلی اغراق کردم تو این تصویر و خیلی زیاد کردم عناوین رو این شکلی دیده میشه همونطور که شما لبه های اینجا میبینین خیلی پیکسل ها مشخصه و تاثیر کدک رو شما میتونید ببینید قسمت بعدی که التیه مگه دو تا روشن بکنم شما می‌بینید که یه مقداری تنوع اینجا بیشتر شد دیگه فقط یه رنگ نیست و یه سری تنوع اینجا وجود داره باز اینجا هم به همین صورت یعنی من اگر این دوتا تصویر رو خاموش روشن بکنم شما میبینید که تنوع رنگی که التی میتونه درک بکنه بیشتر از پروکسیه و خیلی نقاط ریزی شما اینجا میبینید یه چیز خیلی کوچولوی اینجا دارید که خیلی ممکنه براتون مهم باشن قسمت بعدی هم که پرورز 422 باز همونطور که ما اینجا میبینیم باز 422 حتی نسبت به LT هم تنوع بیشتری رو میتونه در درک بکنه همونطور که شما میبینید خط اینجا خیلی صافه خیلی تمیزه اینجا ما تنوع خیلی زیادی داریم در حال که توی LT یه مقدار کمتر بود و حالا پرورز 422 HQ که فکر میکنم تو این مورد خاص خیلی تفاوت نکنه همینطور که میبینید اونقدی واقعا با هم تفاوت ندارن یه خورده شاید بهتر باشه ولی نه آنچنان خب اما همونجور که شما اینجا دیدید اجازه بدید من این رو آف بکنم و پروز 422 دو دو روشن بکنم شما همونطور که دیدید اگر بخواید کار جلوه های ویژه بکنید نیاز دارید یا مثلا کارهای تورکو... تورکاجدار نیاز داری که تمام اطلاعات تصویرتون بتونه خیلی خوب توش حفظ بشه و هیچ اطلاعاتی از دست نره به همین دلیله که پرورز انقدر تنوع داره و چندین و چند کودک مختلف داره که برای کارهای مختلف استفاده میشن فرض کنیم که شما میخواید یه کار پرده آبی بکنید یا پرده سبز اگر شما با پرورز پروکسی این کار را انجام بدید این لبه هایی که شما میدین پیکسل پیکسل شدن و مربع مربع شدن مسلما براتون خیلی درد سر درست میکنن زمان حذف کردن پرده آبی اون چیزی که شما لبه بدن بازیگر میبینید که مربع مربع میشه و اصطلاحا گز گز میشه شاید یکی از دلایلش همین کودک ها باشن که این شکلی تصویر رو تقسیم میکنن به یک سری رنگ های محدود ولی اگر ما بیایم اینجا فرزن پرورز 422 رو نگاه بکنیم تصویر خیلی تمیزتره و طبیعتا اگر شما حضب و بکنید کروماکیتون رو خیلی بهتر میشه پس اگر کار تروکاجی میخواید بکنید ببرید توی کالر اصلاح رنگ های خیلی خاص بکنید عموما کار تبلیغاتی میخواید انجام بدید بهتر از کودک های پرورز 422 HQ و پرورز 422 استفاده بکنید و اگر میخواید کار مستند یا کارهایی بکنید که توش قرار نیست با تصویر خیلی بازی بشه خیلی نیاز به کارهای عجیب غریبی نداره از پرورز پروکسی و اگر کار تلویزیونی میخواید بکنید مثلا تلفیلم یا کارهایی که توشون واقعا بازم تصویر قرار نیست خیلی تغییرات اساسی بکنه میتونید از پروز LT استفاده بکنید پس پروز LT و پروز پروکسی برای کارهایی که تصویر توشون تقریبا ثابته و قرار نیستش که هی تبدیل بشه به چیزهای مختلفی و پروز پروکسی منظر میخوام پروز 422 و 422 HQ برای کارهایی که قرار تصویر دائم روش تغییراتی انجام بگیره